بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین یکی از مسائلی که گاهی پرسیده میشه و برای بعضی از مردم سوال هست نسبت به حلال گوش بودن یا حرام گوش بودن لابستر یا شاه میگو هست در بین حیوانات دریایی ماهی هایی که پولک داشته باشند اینها حلال گوشتن باید به نحوی باشه که عرفن بگن اینها پولک دارن حالا پولکشون خیلی ریز باشه یا درشت باشه اون خیلی مهم نیست و همین که این ماهی جز ماهیهایی باشه که پولک داره کافیه ولو اینکه بعد از سید پولکاش ریخته باشه مثلا ممکنه ماهی رو در تور ماهیگیری یا با قلاب وقتی میگیرن تا میان به ماهی فروشی یا مثلا منتقل بکنن این کاملا پولکاش بریزه بعضی ماهی ها ممکنه به این صورت باشن ولی مشکلی نداره چون این ماهی جز ماهی های پولکدار حساب میشه و خوردن گوشت اون ماهی حلاله و مشکلی نداره همچنین یکی دیگر از حیوانات دریایی که حلال گوشته میگو هست میگو حالا کوچیک باشه بزرگ باشه یا حالا مح... ممکنه که اقسام مختلفی داشته باشه هر چیزی که جز به خانواده میگو باشه این خوردنش حلاله نکته ای که هست در مورد شاه میگو یا همون لابستره ببینید ظاهرش اینه تا اونجایی که ما تحقیق کردیم و به ما گفتن اینه ما سه نژاد داریم که اینا تقریبا شبیه به همن یکی خرچنگ که حرام گوشته حالا ممکنه خرچنگ مختلف باشه خیلی انواع مختلفی داشته باشه ولی هر کدوم که باشه از هر نوعی که باشه اگر از خانواده خرچنگه از نژاد خرچنگه این حرام گوشته یکی میگو هست حالا ممکنه نوعهای مختلفی داشته باشه مهم نیست میگو حلال گوشته نژاد سوم لابستره لابستر ظاهرش اینه که یه نژادی جدای از نژاد خرچنگ و ن... یه نژادی جدای از نژاد میگوه و لابستر هم حرام گوشته تو فارسی وقتی اومدن اینو ترجمه کنن اسمشو گذاشتن شاه میگو ترجمه کردن به شاه میگو در حالی که این از خانواده میگو نیست که اینم یک نوعی از انواع میگوها باشه که حلال گوش باشه نه ظاهرا این از نژاد لابستره که اصلا ربطی به میگو نداره یه نژاد جداییه و خوردنش حرامه اگرچه تو فارسی اومده معادل سازی شده و اسمشو گذاشتن شاه میگو نه ظاهرا از جهت زیستی این جزو میگو و خانواده میگو نیست و یه نژاد سومیه غیر از خرچنگه و غیر از میگو هست این از خانواده یه لابستره و خوردنش حرامه که متاسفانه چون اسمش تو فارسی ترجمه شده به شاه میگو خیلی ها خیال میکنن که این یک نوع از انواع میگو هست و بعضی جاها متاسفانه خرید و فروش میشه به عنوان خوردن و بعضی هم بدون اینکه دقت داشته باشن به این مسئله ممکنه مرتکب شده باشن و میگو رو شاه میگو رو خورده باشن و باید توجه بکنن اگر چیزی لابستر بود یا همون شاه میگو بود بدونن که گوشتش حرامه و نباید ازش استفاده بکنن سوال بعدی که برای خیلی از مردم پیش میاد در مورد زمانت هست خوب دقت بکنید زمانت یعنی چی؟ یعنی اگر یه نفر به شخص دیگه ای بدهکار بود من بگم آقا از اون نگیر از من بگیر یعنی کاملا عهده اون رو بیارم به عهده خودم و بگم از من بگیر آقایی که طلبکاری کاری از این آقا من زمانت میکنم که طلب رو بدم و دیگه شما دیگه کاری به اون نداشته باش و از من بگیر زمانت صحیح اینه به اصطلاح فقهی نقل زمه است به زمه دیگه یعنی بگی آقا تو دیگه با اون کاری نداشته باش هر چی پول ازش میخوای بیا از من بگیر زمانت صحیح اینه و زمانتی این نیست که زم زمه به ذمه زم باشه یعنی من بیام عهده خودم رو در کنار عهده بدهکار واقعی قرار بدم نه این درست نیست این زمانت صحیح نیست و زمانت صحیح از نظر فقهی و قانونی نقل زمه است یعنی بگم اصلا دیگه کار به اون طلب کار نداشته باش پول تو از من بگیر من زمانت میکنم که طلب این شخص رو بدم این اولا اصل زمانت که باید مشخص باشه به چه نحوی هست چگونه محقق میشه و چگونه درسته نکته مهم دیگری که هست و مورد ابتلا هست ولی خیلی وقتا قفلت میشه ازش اینه که اول باید شخص بدهکار شده باشه بعد یه نفر بیاد زمانت بکنه اون بدهی رو خیلی از جاها ما میبینیم و شاهدیم که اصلا طرف هنوز چیزی بدهکار نشده یعنی هنوز قرض نگرفته هنوز وام نگرفته که بدهکار شده باشه یا هنوز چیزی رو نخریده که بخواد پولش رو بدهکار شده باشه قبل از اینکه قرض وام و یا خرید و فروش اتفاق بیفته و شخص بدهکار بشه یعنی یه نفر رو معرفی میکنن به عنوان زامن خب این هنوز بدهکار نیست که یه نفر بخواد بیاد زمانت اونو بکنه زمانت بعد از اینه که شخص بدهکار شد اون موقع صحیحه که من برم بگم آقا از این شخص دیگه نگیرین و فقط از من بگیرین اینم یه نکته سوال بعدی که باز برای بعضی از مردم پیش میاد و از ما میپرسن در مورد سخت جنین هست که متاسفانه یک گناهیه که خیلی یا این گناه رو سبک میشمرند و به هر بهونه حتی یه بهونه کوچیکم که باشه مرتکب این گناه میشن و کاری میکنن که بچه سخت بشه سخت جنین در هر مرحله ای که باشه حرامه حتی اگه تازه نطفه منعقد شده باشه از بین بردن اون حرامه تا چه برسه به اینکه رشد کرده باشه مثلا قلبش تشکیل شده باشه یا اینکه اصلا روح درش دمیده شده باشه و خلقتش کامل شده باشه جنین در هر مرحله ای که باشه از بین بردنش درست نیست حتی اگه یه نطفه ای باشه حتی اگه یه خون بسته ای باشه از بین بردنش حرامه یک مورد استثنا شده دیگه ما مورد دیگه ای نداریم اون مورد استثنا هم اینه که وجود بچه در شکم مادر این ضرر جانی و خطر جانی برای مادر داشته باشه این البته فروعاتی داره اینکه آیا قبل از ولوج روح همچی خطری وجود داره بعد از کامل شدن و ولوج روح دمیدن روح این خطر احساس میشه و شرایط مختلف نظر مراجع تقلید مختلفه که آیا اگر وجود این جنین وجود این نطفه ای که منعقد شده آیا خطر جانی برای مادر داره نداره قبل از ولوج روح وظیفه چیه بعد از ولوج روح وظیفه چیه تفصیلی داره که هر کسی باید به نظر مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه این که خدای نکرده کسی به این بهانه که نه من تازه بچه کوچیک دارم تازه دارم بچه شیر میدم حالا ناخواسته یه بچه دیگه هم خدا میخواد به هم بده آبستن شده مثلا زنی به این بهانه ها نمیتونه کسی بره و خدای نکرده بچه رو سخت بکنه یا مثلا به خاطر فقر کسی بگه نه ما فقیریم نمیتونیم خرج بچه رو بدیم و بیاد خدای نکرده بچه رو بخواد بندازه جایز نیست حتی اگر خدای نکرده خدای نکرده اگر بچه از راه حرام هم تشکیل شده باز سخت جنینش جایز نیست سخت جنین شرایط خاص و خیلی خیلی محدود داره که اگر اون شرایط خاص پیش اومد و خطر جانی برای مادر داشت شخص حتما باید با دفتر مرجع تقلیدش مشورت بکنه با پزشکای متخصص و متدین مشورت بکنه که حالا اگر به این نتیجه رسیدن که این لازم سخت بشه اون موقع اقدام بکنن و الا این که انسان به بهانه کوچیک و بزرگ به هر بهانه ای دلخواهم نیست چه میدونم این بچه هم, هم گفتن مثلا پسره من دختر میخوام یا گفتن دختره میگه من نمیخوام پسر میخوام به این بهانه ها اگر کسی بیا سخت جنین بکنه مرتکب کار حرامی شده هم گناه کرده و هم دیه به کار میشه دیه سخت جنین هم به عهده شخصیه که جنین را از بین برده و موجب سخت شده یعنی اگر مادر بیاد خودش با دست خودش قرص بخوره یا خودش آمپول بزنه یا خودش مثلا وزنی سنگینی رو عمدن بلند بکنه این گناه کرده و دیشم به عهده خودشه یا اگر خدای نکرده شوهر بیاد این کارو بکنه ای بزنه یه کاری بکنه که خدمت شما عرض کنم بچه سخت بشه دیگه به عهده شوهره یا اگر خدای نکرده به دکتری مراجعه بکنن دکتر ماما اینها بیان موجب سخت جنین بشن دیه به عهده اونهاست گناهش هم گردن اونهاست پدر و مادر هم اگه راضی بودن به این کار همکاری کردن و او اونم براشون مشکل داره اینه که بحث سخت جنین خیلی بحث مهمیه و متاسفانه برای خیلی این گناه کوچیک شده و اصلا بهش توجه نمیکنن و این کار رو انجام میدن غیر از بحث حرمتی که داره و کار حرامی که هست و شخص باید از این کار اجتناب بکنه و یا اگر این کار خدایی نکرده انجام داده توبه کنه و غیر از بحث دیه ای که به گردن شخص میاد که دیگرش هم مبلغ کمی نیست غیر از اون از جهت روحی هم خیلی وقتا باعث میشه که افراد دچار افسردگی بشن و دچار مشکلات روحی بشن که تا آخر عمر اونها رو رها نکنه خیلی فرابون شده افرادی مثلا بچه یا سخت کردن بعد از مدت ها از جهت روحی اذیت هستن و دچار افسردگی شدن و دائما به مشاور مراجعه میکنن این مشکل رو مطرح میکنن و هی دنبال اینن که یه جوری این مطلب رو از ذهنشون پاک بکنن و خیلی وقتا خود افراد میان ادعا میکنن که بعد از اینکه ما این کار رو کردیم اصلا زندگیمون از این رو به اون رو شده و اگر تو زندگیمون خوشبخت بودیم مشکلاتی نداشتیم همه مشکلات بعد از این قضیه به ما رو آورده و شرش و نکبت این کار ما رو رها نمیکنه و همش دنبال اینن که ببینن چه جوری بتونن شر این کار رو از سر خودشون رفع بکنن و در طرف مقابل کسایی که دنبال بحث سقط جنین بودن ولی وقتی متوجه حکم شرعیش میشن پشیمون میشن به خاطر خدا این کار رو ترک میکنن خیلی وقتا شده که وقتی بچه به دنیا میاد بزرگ میشه آثار و برکات این بچه رو میبینن هر وقت به یاد این میفتن که میخواستن این بچه رو سخت بکنن چقدر احساس شرمندگی بهشون دست میده مثلا این خانواده خودش ادعا کرده بود که ما بچه ای داشتیم مثلا دختر بود این دیگه نمیخواستیم بچه آخر بود و خیلی بچه داشتیم دختر و پسر داشتیم این دخترم دیگه بچه آخر بود میخواستیم اینو بندازیم رفتیم که اینو بندازیم بالاخره توبه کردیم و گفتیم حالا این کارو نکنیم و بذار بچه به دنیا بیاد خدا این کار رو حرام کرده ما به خاطر خدا این کارو رو ترک بکنیم این بچه به دنیا میاد این دختر و بزرگ میشه و اتفاقاً اکثر بچه هایی که اینا داشتن چه پسر چه دختر پدر و مادر رو رها میکنن میرن سر زندگی خودشون و وقتی اینا پیر میشن و نیاز به یک کمکی دارن تو زندگیشون فقط همین دختره که مونده و زندگی خودش رو فدای پدر و مادر کرده و به اونها همش محبت میکنه اینها هم هست یعنی غیر از بحث شرعیش که کار حرامیه غیر از اون بحثی که دیه داره و دیهش هم کم نیست گاهی این مطالبم هست که یک بچه ای رو خدای نکرده سخت میکنن و بعد نکبتش زندگیشون رو میگیره از جهت روحی اذیت میشن تا آخر عمر افسردگی میکشن و چه بسا افرادی که مثلا یکی دو تا بچه داشتن یه بچه رو سخت میکنن و این سخت باعث میشه که دیگه اصلا این خانم باردار نشه و بعد از این قضیه بچه های قبلش مثلا تصادف میکنن یا از بین میرن و پشیمون میشن که چرا ما یه همچی کاری کردیم که هم بچه خودمون از بین بردیم و همین که دیگه نمیتونم مثلا بچه دار بشن بچه های قبلی هم که داشتن مثلا از بین رفتن اینه که انسان به این مسائل وقتی دقت بکنه و یه صحبتی مشورتی حداقل حد با خانواده هایی که این کار رو کردن یا میخواستن این کار رو بکنن نکردن یه مشورتی بکنه تا از این کار پشیمون بشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته